سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا همه شما همراهان همیشگی مان در همه جای جهان خواسته شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر مهمان خانه های شما هستیم برنامه امشب جمعه 19 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با هشتم ماه مه سال 2020 میلادی رو بسان همه شبها در طول هفته در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی با هم مرور می کنیم. با تازه های از امروز ایران در ایران فردا خب قطعا از منابع مختلف خبری و سامانه ها و تارنماهای اینترنتی آگاهی یافتید که مجددا زلزله ای بر پهنای تهران تن تهرانیان رو لرزاند نیمه های بامداد تا طلوع خورشید نیز شهروندان به بیرون از اماکن مسقف پناه برده بودند حسب آمارهایی که تا لحظه تنظیم خبر می دیدم گویا تنها دو جان باخته داشت و دهها ها مصدوم رسانه های جمهوری اسلامی نیز لحظه لحظه گزارش هایی از سحنه های ترس و وحشت و اضطراب ایرانیان رو مخابره میکردند. آخرین آمار اعلام شده از سوی آقای منصور درجاتی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران زلزله بامداد امروز در تهران دماوند و کرج تنها دو کشته و 23 مسلوم بر جای گذشت به گفته این مقام مسئول یک مرد 60 ساله حین فرار بر سر تروما از ناحیه سر و یک زن 21 ساله بر اثر ایست قلبی جانشان را از دست دادن و 23 مصدوم نیز گزارش شد. خب این در حالی است که وجود بحران کرونا در پهنه ایران موج دقدقه ها و احتمال ابتلاع رو بیشتر می‌کند و این استراب تازه می‌تواند منجر به بحران گستری های بیشتر شود جایی که تهران آماده باشه سه روزه گرفت آقای رضا کرمی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفت که احتمال دارد آماده باشه مدیریت بحران برای زلزله تا سه روز آینده نیز ادامه یابد کرمی به خبرگزاری های ایران گفت با توجه به لرز خیزی که در گسل مشاع که یکی از گسل های تهران هست لازم است شهروندان یک سری نکات ایمنی رو رعایت کنند از جمله اینکه به مراکز امن اضطراری در محله خود مراجعه نمایند ایشان به شهروندان تهرانی توصیه کرد راه های اضطراری رو خالی نگه دارند و از توقف در این راهها خودداری کنند این راهها با تابلو مشخص شده است خبرها و نظرها رو با خبرهای نسبتا همسان و مضمون دنبال می کنم. اما از تهران به جنوبی ترین نقاط ایران نگاهی خواهم داشت در استان خوزستان که در تمام طول ساعات گذشته و روزهای گذشته نیز هوای آلوده خوزستان و حجوم ریزگردها زندگی رو در ایام کرونایی بر ایرانیان این منطقه سخت تر کرده است همان گونه که در تصاویر میبینید قابلیت دید و نگاه افقی در جاده ها به علت پوشیده شدن از ریزگرد ها نامیسر شده آقای حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد در پی وقوع گرد و غبار تمامی ادارات این استان نیز تا روز گذشته تعطیل بودند بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان توده ی گرد و خاک از عراق در حال نزدیک شدن به مرزهای این استان است محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که به دفعات مقامات استانی و ملی جمهوری اسلامی در ایران همواره حجوم ریزگردها در خوزستان رو به خشکانده شدن برخی از طالاب ها در کشور عراق نسبت داده اند و همینطور بعضا مشاهده می کنیم که ناکارامدی های مدیریتیشون رو در مهار بحران های زیست محیطی همچون آلودگی هوای تهران رو هم بعضا با دعای استقاسه و طلب باران سعی دارن که به حل بحران کمک کنن این بار نیز به کشور همسایه عراق و همینطور تالاب های خشکیده شده ای که محتملا البته در پی وزش باد ها را ها رو به این استان کشنده است نسبت میدهند حال که به کشور عراق اشاره کردم مایلم که به وضعیت سیاسی این کشور همسایه نیز نگاهی داشته باشیم که گویا جمع مردان جمهوری اسلامی بسیار خوشنود و خوشحال هستند از رأی اعتماد گرفتن نخست وزیر جدید که بعد از ماها و مدتها حدود شش ماه بحران های مکرر در انتخاب نخست وزیری به وجود آمده بود جمهوری اسلامی گویا بیش از سایر دولت ها اظهار خوشنودی می کند هرچند امروز در خبرهای می دیدم که عربستان سعودی نیز با هوشمندی تمام خود آقای بن سلمان اولین مقام عربی منطقه بوده که نخست وزیر تازه منصوب کشور عراق رو دعوت کرد علا ایو حال همون گونه که آگاه هستید در روزی که مصطفی کاظمی توانست به عنوان نخست وزیر جدید عراق از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد ماجراهای معافیت ورود برق و خدمات از ایران نیز به صدر رسانه ها اومده بود و گویا مقامات امریکایی استثنایی برای این همسایه در حال گذار قائل شدند و علا رقمی که جمهوری اسلامی برای فروش کالا، انرژی و هر گونه خدمات تحریم همه جهانی هست اما دولت امریکا و آقای ماک پومپئو کشور عراق و نخست وزیر تازه منصوب این کشور رو به تعبیری معاف کرد یعنی این اجازه رو داد که بتواند از جمهوری اسلامی کماکان برای مدت سه ماه برق رو وارد کند علای حال پارلمان عراق در جلسه ای که نمایندگان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با ماسک و دستکش گرد هم آمده بودند پس از مدت ها بنبست سیاسی با آقای مصطفا کازمی رأی اعتماد داد که بیشین شما بینندگان عزیز نیز در خبرها و نظرها آگاهی یافتید آقای برهم ساله رئیس جمهوری عراق پس از رأی اعتماد پارلمان با تبریک به نخست وزیر این کشور گفت عراق مرحله تاریخی سختی رو پشت سر گذاشت همه گزارش ها نشانگر آن است که گوی آقای کازمی توانست نظر مساعد احزاب شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران رو هم به خودش جلب کند و بدین روی بوده که به سکوی نخست وزیری تونست جلوس کنه محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که مقامات جمهوری اسلامی وزارت خارجه ایران این انتصاب رو به نخست وزیر عراق تبریک گفت هم به نکته ای از اظهارات ایشانم اشاره کنم که علا رقم این که مردیست نسبتا مستقل و حتی برای ایران به طور عمومی به مسابه یک همسایه احترام قائل هست اما گویا ایشان در اظهاراتی که از ایشان شنیدم و دیدم در تحلیل گفتار ایشان میتوان این نشانه ها رو دید که چه بسا خیلی مایل به ترتازی های گروه های شورشی شیعی وابسته به بیت رهبری ایران در عراق نباشد جایی گفته بود اجازه نخواهیم داد که عراق محل منازعه کشورهای منطقه ای یا دیگر کشورهای فرامنطقه ای گردد که به نحوی از آنها اشارت نرمی داشت به عدم مداخله مقامات جمهوری اسلامی که یک مقطعی گمان می‌بردند عراق شده حیات خلوت آنها در همه حوزه ها خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم با سایر مطالب منتخب گوییا شبهای قدر و ماه رمضان و بازگشایی مساجد به مصابه معزلی تازه و موضوعی جدید جلوی پای دولت مردان جمهوری اسلامی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود میگیرد علا رقمی که برخی از استانها گوییا پیک و موج دوم ابتلای کرونا رو از سر خود میگذرانند جدال بر سر ضرورت بازگشایی مساجد و شبهای قدر موضوع تازه منازعه میان برخی از امامان جمعه از جمله امام جمعه اصفهان و دولت مداران شده تا جایی که آقای حریرچی معاون حسن روحانی میگوید تصمیمات اولیه گرفته شده انشالله روز یک شنبه این تصمیمات نهایی خواهد شد و اعلام خواهد شد اون چیزی که مسلمه ما فعلا به شرایط سالهای گذشته خیلی زود هست که بتونیم برگردیم و اون طوری که در اجتماع دلمون میخواست مراسم برگزار کنیم با هم باشیم اینا فعلا بعیده که به این زودی این حاصل میشه ولی برای تأثیری که شبهای قدر داره و اشتیاقی که مردم و عزیزمون دارن تدابیری اندیشیده شده که به میزان حد اکثر ممکنی که آسیب هم نباشه تصمیماتی گرفته خواهد شد آری همان گونه که دیدید آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گویا علی میل باطنی چون اصولا تکنوکرات ها و مردانی که به عرصه حوزه نظام پزشکی و دانش پزشکی آگاهی و اشراف دارند شدیدا مخالف هر گونه تجمع برای مراسم مذهبی هستند اما گویی یا فشارهای نهادهای دسترستی و نهادهای نامرئی و مرئی امنیتی عرصه رو بر تصمیم سازن دولتی تنگ کرده تا جایی که آقای حریرچی میگوید که شبهای قدر رو بایستی بتوان به گونه ای حالا با تبصر ماده برگزار کرد همه اینها در حالی است که یکی از مهمترین شیوه های انتقال ویروس کرونا به لحاظ شخصه های ثابت شده ی علمی همانا انباشت و تجمعی ها و اشخاص بیشمار در یک فضاهای بسته هستش که علا رقم که جمهوری اسلامی به برخی از نیروهای نظامی سعی کرده بودند برخی از مناسبت های مذهبی رو مجازی برگزار کنند یا حیعت های خودروی راه اندازی کنند در پارک ها با خودروهایی که با دوسه سرنشین بودند سعی کردند که برای برخی از مناسبت های مذهبی اشک و آهی بریزند و بکشند این بار گویا قصد دارند که بهای قدر و مجدد مساجد و اماکن مذهبی رو باز کنند که از منظر پزشکی قطعا یک هشدار بسیار خطرناکی است برای ابتلای همگانی کرونا در ایران که میتواند پیکره عظیمی از اجتماعی ایرانی رو در معرض این آسیب جهانی قرار دهد خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب از جمله موضوعاتی که موجب جریهدار شدن افکار عمومی ایرانی و همینطور برخی از کشورهای همسایه و حتی فرام... من... واکنش های مثل ایالات متحده امریکا شده همانا ابهام در چگونگی کشته شدن یا به تعبیری جان باختن برخی از مهاجران نگونبخت افغانستان این کشور همسایه ایران بوده که برای مهاجرت به ایران می آمدند و گویا با رگبار یا اجبار برخی از نظامیان مرزبانی مجبور به آب زدن و غرق شدن و جان باختن شدند حسب بسیاری از گزارش ها که در شهر شبکه ها هم می دیدم یک مقام افغان اعلام کرد جسد دوازده تن دیگر از مهاجرانی که معموران مرزبانی ایران آنها رو به رودخانه انداخته ان پیدا شده و از این رو تعداد اتصاد به هفته تن رسیده است البته نبایستی در خبرها این گونه می که ایران به خاطر اینکه قطعا ملت ایران ملت مهمان دوست و افغان تباران خود رو بسیار به مهر دوست دارن چرا که افغانستان ایرانی ترین ملت در منطقه هست و ما رو جز تفکیک جغرافیا و مرز هیچ گونه مرز جدایی بین ایرانیان و افغانی ها نیست و همه ایرانیان خاصه در سالهای سکونت در تبعید و برون مرز نشینی همگان دوستان عزیزی از تبار افغان ها دارند و آنها رو بسان هموطنان و ایرانیان از جان نیز بیشتر دوست میدارند از جمله شخص این جانب حال علی که جمهوری اسلامی ایران تکذیب کرده اما عملا این به یک بحران جدید میان بحران دیپلماتیک تازه میان جمهوری اسلامی و کشور همسایه افغانستان منجر شده دو کشوری که به هر روی خب از دیرباز با یکدیگر پیوندهای تجاری و اقتصادی و فرهنگی داشتند همه اینها در حالی است که موجی از اندوه تأثر و بعضا خشم میان شهروندان افغانستان برانگیخته شد علیه جمهوری اسلامی ایران همان گونه که شما نیز در تصاویر میبینید دو مرد افغان با پوشیدن لباس منقوش به خون مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل دراز کشیده و معترضان با در دست داشتن پلاکارد هایی به غرق کردن اتبای افغان در رودخانه مرزی ایران اعتراض کردند محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که صحنه دلخراش و جنایت ارتکابی جمهوری اسلامی علیه برخی از بیپناهان و مهاجران عزیز افغانستان موجی از تأثیر و خشم جهانی رو نیز برانگیخت تا جا که مقام اول وزارت خارجه ایالات متحده امریکا یعنی آقای مایک پومپئو نیز از گزارش های قرق کردن افغان ها توسط مرزبانان جمهوری اسلامی گفته که شوکه شده مایک پومپئو جمله گفته بود که از دیدن گزارش های هفته گذشته درباره آزار شکنجه و غرق کردن شهروندان افغانستان به وسیله مأموران مرزی جمهوری اسلامی شوکه شدم مهاجرانی که برای یافتن غذا و کار از مرز گذشته بودند حتی وزیر خارجه آمریکا خواستار انجام تحقیقات کامل در این باره شد. پیش از این نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز خواستار تحقیقات همه جانبه شد. در توییت این نمایندگی اشاره شد که اتحادیه اروپا انتظار شفافیت کامل در این تحقیقات رو دارد. معترضان همون که در تصویر می‌بینید، معترضان به این جنایت با صدور هایی تاکید داشتند که عاملان کشتار اخیر کارگران افغان در مرز ایران باید شناسایی، بازداشت و به دست عدالت سپرده شود. همه اینها در حالی که همون گونه که اشاره کردم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قویا اون رو تکذیب کرده یعنی از اینکه آمدانه بخواهد جمعی رو غرق آب کرده باشد تکذیب کرده یا مجبور سازی اونها و گلوله باران کردنشون رو تکذیب کرد اما وعده کرد که همه گونه آمادگی رو برای بررسی بیشتر این موضوع خواهد داشت بایستی اشاره کنم محضر شما بینندگان عزیز نظر به کارنامه ناکامیا و کرد و کارهای تبهکارانه مردان جمهوری اسلامی در سطوف حوزه های مختلف از جمله علیه شهروندان خود ایران مثلا در جنبش سبز یا کوی دانشگاه و همینطور با قتل آمسازی برخی از شهروندان, شهروندان ایرانی معترض در آبان ماه 98 در دی ماه 96 و بسیار و بیشماران از این جنایت های ارتکابی از سوی نظامیان جمهوری اسلامی به گونه بنابر قرائن و شواهد و مصداق و گزاره های همگزار و همسنگ و همسان میتوان به این نکته رهنمون شد که از نظامیان جمهوری اسلامی چون این اعمالی رو می توان انتظار داشت و چون این جنایاتی رو مرتکب میشوند مخصوصا مردان جمهوری اسلامی اصولا مردانی ضعیفکش هستند از معلولان گرفته تا کودکان کار و تا زنان ایرانی رو سعی میکنن که با سوی استفاده از نقاط ضعف موجود در این بخش از جامعه ایرانی همواره تحت ستم قرار دارند و این موضوع مشمول مهاجران عزیز افغان نیز می شود. و در وقت باقی مانده مایلم که با تک رویدادی خبرها و نظرها رو به پایان میبرم که البته به تناسب زمان جایی که در گذشت یکی از فعالان عزیز حقوق بشری مقیم امریکا موجی از تأثیر و اندوه رو در میان کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در خارج و داخل ایران برانگیخت آقای علی عجمی از نازنینان و دوستان و فعال ایرانی حقوق بشر در آمریکا درگذشت همان جوانی که پس از جنبش سبز 88 به قایت هوشمندانه مینوشت و در عرصه میادین اعتراضی نیز میکوشید علی اجمی 37 ساله در شهر هیوستون امریکا جان باخته است بر اساس روایت های منتشر شده در شبکه های اجتماعی جسد آقای اجمی صبح روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در دریاچه در شهر هیوستون تگزاس آمریکا پیدا شده البته هنوز علت مرگش اعلام نشد آقای عجمی که دانشجوی رشته حقوق بود بهمن سال 88 توسط ماموران امنیتی در خانه پدریش در روستایی در حوالی سبزوار بازداشت شد او که سردبیر یک مجله دانشجویی بود پس از بازداشت به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی منجر به صدور حکم دو سال زندان برایش شد او مدتی پس از پایان دوران زندان خود از ایران خارج شد آقای عجمی که در هنگام مرگ سی و هفت سال بود در سالهای اخیر در حوزه حقوق بشر فعالیت می کرد و این است سرنوشت شوم و تلخ و قنبار برخی از کنشگران سیاسی مدنی ایرانی مستقل که در نواحی دوردست تر از ایران جان می سپارند به یاد بسیاری دیگر از جمله آقای صبوری افتادم زندگیات صبوری یکی از مجروحان واقعه و قیام جنبش سبز در ایران بود که ناگزیر شد برای ترک رنج مجموعه رنج نیروهای امنیتی به کشور ترکیه آمد و سپس به بستان آمریکا رفت و به هر روی در غم و درد تنهایی خیش جان سپورد و صدها و ده های دیگر از آقای رضایی عزیز تا اخیرا جناب آقای بابک داد عزیز در فرانسه و الان آقای علی عجمی عزیز یاد و نامش گرامی باد به امید آنکه خانواده عزیزشان و همه جامعه فعال حقوق بشری ایرانی در غم از دست دادن این عزیز سفر کرده شکیبا باشند و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود